سلام دوستان، من سحر هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این بار در مورد شمس پهلوی، اولین دختر رضاخان از همسر دومش تاج‌الملوک و خواهر محمد رضا پهلوی و از بزرگترین سرمایه داران ایران پیش از انقلاب. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندین. لطفا قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخر این ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. شمس پهلوی، اولین فرزند رضا شاه از همسر دومش تاج‌الملوک، در ششم آبان ماه سال 1296 در تهران به دنیا آمد. از دوران کودکی و نوجوانی اون اطلاعات چندانی در دست نیست. فقط در خاطرات اشرف پهلوی و بعضی از کتاب‌های منتشر شده در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی چنین استنباط میشه که وی برخلاف خواهرش اشرف علاقه چندانی به دخالت در امور سیاسی از خود نشون نمیداد و بیشتر به علایق شخصی و فردی خودش می پرداخت. شمس پهلوی با ایفای نقش سنتی زنان که پرداختن به امور خانه‌داری و زندگی زناشویی بود، احساس راحتی می کرد و تنها برای کسب وجهه اجتماعی ریاست جمعیت شیر و خورشید سرخ رو پذیرفت و تا ماه‌های آخر سلطنت پهلوی در اختیار اون بود. همچنین از ریاست وی بر کانون بانوان ایران که در اردیبهشت سال 1314 توسط رضا شاه برای پیشبرد و اجرای اهداف خود در خصوص کشف حجاب ایجاد شده بود میتونیم نام ببریم. میرسیم به ازدواج شمس پهلوی. رضا شاه پهلوی در سال 1315 تصمیم به ازدواج دختران خودش شمس و اشرف پهلوی گرفت و اعلام نمود جوانان وابسته به خانواده‌های اشراف، مقامات مملکتی و صاحب منصبان کشور خودشون رو برای این کار کاندید کنند. در میان داوطلبان متعدد، علی محمد قوام فرزند ابراهیم قوام الملک شیرازی و فریدون جم فرزند محمود جم نخست وزیر به ترتیب برای شمس و اشرف در نظر گرفته شدند. این ازدواج اجباری فقط بنا به خواسته و تمایل رضا شاه و بدون اطلاع و نظر دخترانش انجام گرفت و فقط شمس به دلیل ارشدیتش خواهان ازدواج با فریدون جم شد که مورد موافقت شاه قرار گرفت و همسران دو خواهر با هم عوض شدند. شمس پهلوی در کاخی در مهر شهر کرج به نام کاخ مروارید زندگی میکرد. این کاخ یکی از نمونه های برتر هنر معماری در ایرانه و توسط مؤسسه رایت آمریکا ساخته شده. شمس پهلوی در دربار به نام مهر مشهور بود. نام مهرداد برای شوهرش و نام مهرشهر در کرج از لقب اون گرفته شده. و اما فعالیت‌های اقتصادی شمس پهلوی. خواستگاه طبقاتی و وضعیت مالی خانواده پهلوی قبل از کودتای 1299 باعث شد که به محض کسب قدرت به دنبال جمع‌آوری مال و ثروت باشند. این میل که در عصر رضا شاه با غصب املاک و اموال مردم صورت گرفت، بعد از شهریور 1320 و ورود نیروهای بیگانه که منجر به استعفای رضا شاه و ترک ایران شد، به امور اقتصادی و تجمع ثروت مبدل گشت و در این بین خواهر بزرگ شاه شمس پهلوی فعالیت چشمگیری داشت. اولین اقدام شمس پهلوی تجارت الماس بود که در زمان حضور اون در آفریقای جنوبی، یعنی زمان تبعید پدرش، انجام شد. بدین ترتیب که الماس و سنگ‌های قیمتی مرغوب در آفریقای جنوبی شناسایی شده و با قیمت ارزون خریداری می‌شد و سپس با واسطه به ایران ارسال می‌شد تا به چندین برابر به فروش برسه. اسناد زیادی درباره تجارت الماس در سال 1320 در آرشیو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر موجوده. از این اسناد برمیاد که رضا شاه نیز خود با این اقدام دخترش موافق بوده و حتی در نامه‌ای که برای شمس نوشت، قول داد که الماس درخواستی اون رو توسط اشرف به دست اون برسونه. اما پس از فوت رضا شاه، دست شمس از آفریقای جنوبی کوتاه شد و شرایط اون روزگار کشور زمینه رو برای انجام امور اقتصادی
مهیا نمی کرد. این رویه تا زمان دولت مصدق ادامه داشت. دکتر مصدق به دلیل صرفه‌جویی در امور اقتصادی دست خاندان شاهی را از کلیه امور برید و به جهت دخالت‌های بیدلیل اشرف و ملکه مادر در سیاست اون دو را به اروپا تبعید کرد. دوران تبعید اونا با کمبودهای مالی بسیاری سپری شد، اما بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که با وساطت آمریکاییان در ایران صورت گرفت، شمس اشرف و ملکه مادر به ایران برگشتند. از این زمان به بعد شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران تغییر کرد. در این زمان شمس هم وارد عرصه اقتصاد شد و با به ارث بردن املاک وسیع در غرب تهران و میرشهر کرج صاحب ثروتی عظیم شد. از سرمایه گذاری های اقتصادی فراوان شمس میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم: تصفیه شکر اهواز، لبنیات پاک، قند دزفول، باغداری گلچشمه، سازمان زراعی مهشهر، سردخانه های مختلف با ظرفیت های مختلف در مهشهر و گرگان، شرکت مهر ساختمان، شرکت آلوم پارس، شرکت دامداری ایران و اسکانیش، شرکت آب میوه و مربا، شرکت دامپروری. علاوه بر اون قسمتی از درآمد اون صرف تأسیس رستوران، پمپ بنزین و سوپرمارکت شد. وی دارای ویلاها و کاخهای متعددی در سراسر جهان بود، مانند ویلای واشنگتن، ویلای پاریس، ویلای کالیفرنیا و قصر مروارید، کاخ نوبهار و کاخ مهشهر. هزینه زندگی شمس بر اساس اسنادی که پس از انقلاب اسلامی منتشر شد شامل سال 1349 15 میلیون تومان، 1350 بالغ بر 20 میلیون تومان و در سال 1351 معادل 25 میلیون تومان بوده. و البته این جدای حساب‌های کلان بانک‌های خارج از کشور و هزینه کاخ‌ها و ویلاهای اون بوده. وی در اواخر عصر پهلوی از سرمایه‌داران بزرگ ایران به حساب می‌آمد. مهمترین اقدامات شمس پهلوی در دربار برادرش انتخاب ثریا اسفندیاری به عنوان دومین همسر محمد رضا شاه بود. شمس پهلوی علاوه بر ریاست جمعیت شیر و خورشید، ریاست بنیاد نیکوکاری شمس را هم که خود بنا نموده بود بر عهده داشت. در اسناد سفارت آمریکا که در سال 1358 به دست اومد، از اون به عنوان یکی از اعضای خاندان سلطنتی که منافع فراوانی رو در تجارت داره یاد شده بود. اون حبیب الله ثابت، تاجر و سرمایه‌دار بهایی رو به عنوان کارگزار خودش در امور تجارت برگزیده بود. شمس از نظر سیاسی اهمیتی در خاندان پهلوی نداشت. شمس در منطقه مهردشت کرج دست به ساخت و ساز وسیعی زد و مهرشهر رو در اون ناحیه ساخت. اون در اون منطقه کاخ مجللی برای خودش بنا کرد که مجموعه ای از چندین کاخ کوچیک و بزرگه. شمس در اوایل دهه 1330 به دین مسیحیت روی آورد و خود خانوادش رو به آیین کاتولیک درآورد. این اتفاق خاندان محمد رضا شاه و دربار رو به وحشت انداخت تا مبادا این خبر به میان مردم درز کنه. شمس گذشته از این در محل اقامتش محراب و کلیسایی هم برای عبادت بنا کرده بود. شمس پهلوی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با مقادیر هنگفتی طلا و جواهر از ایران خارج شد و به کالیفرنیا رفت. زمانی که محمد رضا شاه دوران آوارگی خودش را در مکزیک می‌گذروند، سه تن از فرزندانش یعنی فرهناز، علیرضا و لیلا رو نزد شمس به کالیفرنیا فرستاد و قرار بود خودش هم به ویلای شمس واقع در آکاپولکو نقل مکان کنه. در اون زمان گفته می‌شد که شمس این ویلا رو به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری کرده. او به غیر از این ویلاها قصرهای دیگری رو هم در بورلی هیلز، لس آنجلس و لاس وگاس آمریکا برای خودش خریداری کرده بود. احمد علی مسعود انصاری از بستگان فرح دیبا، همسر محمد رضا شاه، در کتاب پس از سقوط درباره شمس می‌نویسه: شمس پس از خروج از ایران از وضع مالیش گلایه داشت. هرچند این گلایه‌های مالی عادت دیرینه اون بود. به هر حال شمس پیش مادر رفته و از نداری گله کرده بود. ملکه مادر هم مقداری جواهر به اون داده بود. زمانی که شاه در باهاماس بود، شمس جواهرات رو نزد برادر آورده و به مبلغ 10 میلیون دلار فروخته بود. شاه هم 7 میلیون دلار به اون نقد داد و 3 میلیون دلار بقیه رو به فروش جواهرات حواله کرد. این 3 میلیون دلار بعدها پس از مرگ شاه سبب اختلاف میان شمس و فرح شد که کار به دادگاه کشید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اموال و دارایی‌های بجامونده از شمس توسط دادگاه انقلاب اسلامی به نفع مستضعفین مصادره شد. شمس پهلوی
سرانجام در اسفند 1374 بر اثر بیماری سرطان در سانتا باربارا واقع در جنوب کالیفرنیا درگذشت. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه‌های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.